کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. تعبیر خواب و بیماری‌های روانی. اثری از پروفسور زیگموند فروید، سرسلسله دانش روانشناسی نوین. تحقق و امیال و آرزوها 2. برای مثال یکی از رویاهایی را که در صحایف پیش بدان پرداختیم در نظر بگیریم. مثلا آن رویایی که دوستم اوتو را مبتلا به بیماری بازودو به من نشان می‌دهد. من نسبت به آنچه به اوتو مربوط می‌شود حساسیت بسیار دارم و روز پیش از وقوع رویای مزبور خیلی به قیافه در هم او فکر کرده بودم. و حدثم این است که همین موضوع به سبب ادامه جریان به هنگام خواب شده باشد. لابود درباره علت ناراحتی رفیقم اندیشیده بودم و به صورت رویایی در آمده باشد که آن را در اواسط کتاب حاضر آورده ایم. محتوای رویای مزبور از جهتی فاقد معنا و از جهت دیگر ظاهراً مربوط به اطفای هیچ کدام از آرزوها نیست. لذا به دنبال منشأ بروز کامل غم و اندوه مزبور رفتم که به هنگام روز عارض من شده بود و تجزیه و تحلیل آن را به من عرضه کرد. من اوتو را با بارون لام و خود را با پروفسور ری یکی کرده بودم. یکی گرفتن خودم با پروفسور ری لابد همیشه در ناخودآگاهی من حاضر است، زیرا یکی از آرزوهای محو نشدنی دوران کودکی را که همان حس عظمت‌خواهی باشد تحقیق می‌بخشد. بنابراین افکار بدی که در حق رفیقم داشته بودم و یقینا نیز به هنگام روز آن را به عقب رانده و سرکوب کرده بودم، از این فرصت مناسب استفاده کرده خود را در رویا جا دادند و در این رهگذر غمی هم که به هنگام روز احساس کرده بودم به درون رویا راه یافت. فکر هنگام روز که آرزو نبود، بلکه برعکس ترس از بیماری رفیقم بود و مجبورم کرد به نفی خود را به یکی از آرزوهای دوران کودکی که ناخودآگاهانه و سرکوبی شده است بند کنم تا در برابر عالم خودآگاهی جلوه کنم و به عبارتی پس از تغییر شکل‌های لازم متولد شوم. هر اندازه غم مزبور غالب‌تر می بود، به همان اندازه می بایستی روابط مذکور محکم‌تر باشد. میان محتوای آرزو یا میل و غم یا غصه نیز نیازی به وجود رابطه ای نبود، چنانکه در مثال ما همچنین مناسبتی به چشم نمی خورد. به نظر من بیفایده نیست که برای روشن کردن مسئله‌ای که مطرح کرده ایم به دنبال این موضوع برویم که رویا وقتی که خود را در برابر افکاری می‌بیند که به روشنی با آرزو و یا میل مغایر است، مانند غم و اندوه بجا، تفکرات دردناک، اندیشه‌های دشوار و زحمت افزا چه می‌کند. وجوه مختلفه ممکن را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد.
الف، تدارک رویا به این منجر می شود که همه ی تجسمات دشوار را با تجسمات معکوس معاوضه و از احساسات نامطبوعی که از آن ناشی می شود جلوگیری کند. آنگاه رویایی حاوی تسکین خاطر محض و تحقق آرزو یا میل آشکار پدید می آید و ظاهراً ایرادی به آن نیست. به تجسمات دشوار کما بیش با تغییراتی ولی کاملاً بازشناختی در محتوای پیدای رویا جلوه می کند و این همان موردی است که در اذهان نسبت به نظریه رویا و میل و شک و تردید ایجاد می کند و مستلزم بررسی دقیق تری است. رویاهای مزبور با محتوای دردناک خود هم ممکن است با ایجاد وحشت شخص را بیدار کند و همین که عواطف دردناکی را که ظاهراً به محتوای تجسمی آنها مربوط است به نایه منتقل سازند و یا اینکه با بی‌اعتنایی نایه مواجه شوند. از تجزیه و تحلیل آشکار می شود که همین رویاهای دردناک دشوار هم در واقع چیزی جز تحقیق آرزو یا میل نیستند. میل یا آرزوهای ناخودآگاهانه و سرکوبی شده که تحقق آن را من نایم دردناک احساس می کرد. از فرصتی که بقایای دردناک هنگام روز برای آن فراهم آورده استفاده کرده و از آنها حمایت نموده و بدین منوال موجبات ورود آنها را به رویا تدارک دیده است. اما در موقعی که در رویاهای دسته الف امیال ناخودآگاهانه با امیال خودآگاهانه تطبیق می کند، در رویاهای دسته ب میانه خودآگاهی و ناخودآگاهی ناسازگاری و ناهماهنگی وجود دارد، یعنی میان امیال منکوب شده و من وضعی مشابه وضع داستان سه آرزویی که پری وعده اجابت آن را می دهد چنان که خواهد آمد به وجود می آید. تحقق آرزوی شده ممکن است آنچنان رضایی خاطری را موجب شود که احساسات دردناکی که انگام بیداری در برای آن باقی گذاشته است جبران شود. رویا که در آن صورت معجونی از رضایت خاطر و ترس است، چیزی بی تفاوت خواهد شد. گاهی هم می شود که من خواب در تدارک رویا سهم عمده تری پیدا می کند، بدین معنی که بر ضد تمایل مبتنی بر تحقق آرزوی منکوب شده قیام می کند و به مدد خلجان و دلهوره رویا را منقطع می سازد. از آنچه گذشت به سادگی می توان دریافت که رویاهای دردناک و به اصطلاح دشوار و انواع و اقسام کابوس ها به همان اندازه حاوی تحقق آرزو یا میل هستند که رویاهای کاملا خوشایند و مبتنی بر تسکین خاطر و ساده. رویاهای نامطبوع همچنین ممکن است رویاهای حاوی مجازات باشند. باید اعتراف کرد که با پی بردن به وجود آنها به نحوی یک چیز تازه به نظر رویا اضافه خواهد شد. رویاهای مزبور نیز آنچه را که تسکین می‌دهند چیزی جز یک آرزو یا میل ناخودآگاهانه نیست، یعنی آرزوی مجازاتی که به سبب آرزوی ممنوع و سرکوبی شده‌ای به نایم وارد آمده است. این رویاها با قاعده‌ای که ما تنظیم کرده این وفق می‌دهند، به این معنی که عامل محرک آنها همان آرزویی است که از عالم ناخودآگاه منبعث می‌شود. اما با یک تجزیه و تحلیل معرفت نفسی دقیق تر می توان وجوه افتراق آن را با سایر انواع رویاهای مبتنی بر آرزو به دست آورد. در رویاهای دسته ب، آرزوی ناخودآگاهانه که در واقع پدید آورنده رویاست به حوزه آرزوهای منکوب شده تعلق داشت. اما در رویاهای شامل مجازات درست است که میلی یا آرزوی ناخودآگاهانه موجد رویا می شود، ولیکن این آرزو دیگر به حوزه آرزوهای سرکوب شده و به عقب رانده شده تعلق ندارد، بلکه به حوزه من است. بنابراین رویاهای شامل مجازات در حقیقت موجب کشف این نکته می شود که ممکن است من در پدید آوردن رویا نقش فعالتری داشته باشد. به طور کلی مکانیسم و چگونگی این موضوع زمانی آشکار می شود که عوض دو عامل متضاد خودآگاهی و ناخودآگاهی، دو عامل من و عنصر سرکوبی شده را در نظر بگیریم. ولیکن برای انجام چنین جانشینی یا معاوضه‌ای باید وارد مکانیسم بیماری روانی عصبی شد و به همین دلیل از عهده انجام آن در این کتاب برنیامدیم. در اینجا فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که رویاهای مجازات لزوماً به استقامت بقایای دردناک هنگام روز ملحق نمی‌شود، بلکه برعکس ظاهراً زمانی پدید می‌آید که بقایای مزبور از نوع تسلی بخش است، منتها مبین تسلاهای ممنوع.
همه ی افکار ممنوع مزبور در محتوای پیدای رویا معکوس می شوند، چنانکه در رویاهای دسته الف دیدیم. بنابراین وجه مشخص اساسی رویاهای شامل مجازات به نظر من به این شرح است: آنچه موجد آنها می شود آرزوی ناخودآگاهانه نیست که از حوزه سرکوب شده تراویده باشد، یعنی از سیستم ناخودآگاهانه، بلکه میلی است که از جهت مخالف منشعب می شود و با آن در تعارض است. میل به مجازات است که با وجود ناخودآگاهانه بودن، صحیح‌تر بگوییم نزدیک خودآگاهانه بودن به من متعلق است. توضیح حاشیه: دلم می‌خواهد در اینجا مثالی برای روشن کردن آنچه گذشت بیاورم و به ویژه نشان بدهم که چگونه انتظار دردناک و دشوار هنگام روز در رویا تدارک می‌شود. اوایلش نامشخص است. به زنم گفتم که خبری برایش دارم، خبری بسیار مخصوص. ترس برش داشت و از شنیدن آن خودداری کرد. به اون قول دادم که برعکس خبر خوشی است و موجب مسرتش خواهد شد و شروع کردم به نقل این موضوع که هیئت افسران پسر ما مبلغ 5000 کرون فرستاده است. پاداش سهم است. در همین اسنا به اتفاق هم وارد اتاقی شدیم که شبیه دفتر کار بود و دنبال چیزی میگشتیم. ناگهان دیدم پسرم آمد، البته نه در لباس نظامی بلکه در لباس ورزشی چسبان مثل خوک آبی و با یک باشلق. بیدرنگ بالای سبدی که در گوشه افتاده بود شد، مثل اینکه میخواست چیزی روی صندوقی که در کنار آن بود بگذارد. صدایی زدم، جوابی نداد. به نظرم رسید که صورت یا پیشانیش را بسته است. چیزی را در دهانش جابجا کرد و چیزی را در دهان گذاشت. موهایش اندکی به سفیدی میزد. با خود فکر کردم آیا این همه ناتوان شده است؟ دندانهایش هم مصنوعی است؟ پیش از آن که بتوانم بار دیگر صدایش بزنم، بدون احساس خلجان اما با تپش قلب بیدار شدم. ساعت دیواری من ساعت 2:30 را نشان می‌داد. این دفعه دیگر نمی‌توانم تجزیه و تحلیل کامل رویای مزبور را در اینجا بیاورم، بلکه به شرح چند نکته حساس و مهم بسنده می‌کنم. علت اصلی آن همانا انتظار خلجان آمیز هنگام روز بود. دوباره 8 روز می شد که هیچ گونه خبری از پسر من که در جبهه بود نداشتیم. به آسانی از محتوای رویا پیداست که ما را عقیده این شده بود که مجروح یا مرده بوده است. در اوایل رویا کوشش سختی که برای معکوس کردن افکار دردناک مزبور اعمال می شده به خوبی مشهود است. چه خبری داشتم؟ خبر خوشی، خبر پولی که به خانه ما فرستاده شده بود. به عنوان پاداش، به عنوان سهم. پول مزبور به سبب حادثه توفیق‌آمیزی بود که در امر تبابت برایم رخ داده بود و در نتیجه داشت موضوع اصلی را منحرف می‌کرد. اما این کوشش عقیم ماند، زیرا مادر خبر ناخوشایندی را پیش‌بینی کرده حاضر نبود به من گوش کند. همچنین لباس مبدل بسیار بسیار نازک است و همه جا آنچه را که پنهان کردنی است به وضوح می‌نمایاند. اگر پسرم می‌مرد، رفقایش ماترک او را می‌فرستادند و من نیز آن را به میان برادران و خواهران و نزدیکانش پخش می‌کردم. و اما در خصوص پاداش، این نیز مرسوم است. به افسرانی که قهرمانان شهید می‌شوند، پاداش‌هایی تعلق می‌گیرد. پس رویا آنچرا که قرار بود پنهان کند، مستقیماً برای ما بازی می‌نماید. و از خلال این جابجا شدن به خوبی می‌توان گرایش آن را به سمت تسکین و تحقق آرزو با چشم دید. تغییر جا در رویای گمان چنان که سیلبرر عقیده دارد به معنای اشاره‌ای به آستانه است. هنوز حدس نمی‌زنم که عامل اصلی این رویا کدام است. پسرم مثل کسی به نظر نیامد که می‌میرد، بلکه مثل کسی که بالا می‌رود جلوه کرد. اتفاقاً پسرم کوهنورده جسوری است، نه در لباس نظامی بلکه در لباس ورزش، یعنی سانحه‌ای که اکنون موجب وحشت است جای خود را به یک حادثه قدیمی که در حیات ورزشی وی اتفاق افتاد و روزی با اسکی سقوط کرد و استخوان رانش ترک برداشت داد. اما لباسش که او را مثل خوک آبی جلوه‌گر کرده است، نوه کوچک ما را به یاد می آورد که بچه خوشمزه و موهای سفید فام نیز پدر این نوه یعنی داماد ما را به خاطر می آورد که سلامت او بر اثر جنگ بسیار صدمه دیده است. از این همه چه دستگیر می شود؟ اما به جزئیات دیگر توجه کنیم. مکان وقوع رویا، اتاق دفتر، صندوقی که به سرم می‌خواست چیزی روی آن بگذارد، مانند گذاشتن چیزی در رویا،
اشارات انکار نکردنی هستند به حادثه‌ای که در میان 2 و 3 سالگی برای من اتفاق افتاده است. از چارپایه‌ای بالا رفتم تا تنقلاتی را که روی صندوق یا میز دفتر بود بردارم. چارپایه واژگون گردید و زاویه عقبی آن به فک پایین من مصادم شد و نزدیک بود همه دندانهایم را از دست بدهم. بزرگترها آمدند و اخطار کردند خوب شد. این جمله در واقع نشانه دشمنی آنها بود نسبت به من که در حد خود سرباز شجاعی بودم. با تعمق بیشتر در تجزیه و تحلیل رویای مزبور آن تمایل پنهانی را که در من وجود داشت و با مرگ وحشتناک پسرم تسکین می‌یافت کشف کردم و آن حسادتی است که نسبت به جوانان داشتم و تصور می‌کردم که جوانی را در خود خفه و خاموش کردم. و این یقین است که شدت درد به هنگام وقوع چنین حادثه‌ای مؤلفه‌ای برای آن که تسکین یابد و فرو نشیند حتی دور نیست که برود و موجب احیای آرزوهای سرکوبی شده در ناخودآگاهی ما بشود. ادامه متن. اکنون کاملا قادرم اهمیت امیال و آرزوهای ناخودآگاهانه را در رویا تشریح سازم. من کاملا عقیده دارم که دستی از رویاها هست که قسمت اعظم آن منحصرا معلول بقایای هنگام روز است و حتی فکر میکنم که میل من دایر به این که استاد خارق العاده شوم ممکن بود آن شب مرا در خواب راحتی به حال خود واگذارد، اگر دلواپسی من در خصوص سلامت دوستم در من بیدار نمانده بود. اما غم و هم مزبور به تنهایی قادر به خلق رویا نبود، زیرا نیروی محرک و پدیدآورنده رویا امیال و آرزوها هستند. بنابراین لازم بود که این هم به دنبال میلی برود تا بتواند نقش بالا را ایفا کند. اگر اجازه بدهید مقایسه می کنم. بسیار امکان دارد که فلان فکر هنگام روز نقش تهیه کننده رویا را بازی کند. تهیه کننده به معنای بازرگانی آن. اما تهیه کننده که فکر تولیدی به مغزش خطور کرده و می خواهد آن را تحقق بخشد، بدون داشتن سرمایه از عهده این کار بر نمی آید. پس به ناچار باید به سراغ یک نفر سرمایه دار برود تا سرمایه مورد نیاز را فراهم آورد و آن سرمایه داری که سرمایه گذاری معرفت و نفسی را برای تهیه و تولید رویا تعهد می کند، در هر صورت اهم از این که فکر هنگام روز فلان باشد یا بهمان، همان میل یا آرزویی است که از ناخودآگاهی سرچشمه می گیرد. از طرف دیگر خود سرمایه دار هم تهیه کننده است و این موردی است که خیلی در رویا معمول است، چه فعالیت هنگام روز آرزوی ناخودآگاهانه را احیا می کند و این آرزو نیز رویا را پدید می آورد. موارد و مصادیق مختلفی مثال بالا که آن را از علم اقتصاد به آریه گرفته ایم با پدیده های رویا تطبیق می کند. تهیه کننده خود نیز می تواند به سرمایه دار کمک کند و یا مبالغی از آن را تعهد کند، یا چندین تهیه کننده به سرمایه گذار واحدی مراجعه کنند و یا چندین سرمایه دار در تولید کالای واحدی به شرکت سرمایه گذاری کنند. به همین نحو رویایی هستند که بر بیش از یک آرزو یا میل تکیه دارند و یا به انواع و اقسام مختلفی هستند که مشاهده آنها آسان است ولی بررسی آنها چندان فایده‌ای ندارد. باز فرصتی پیش خواهد آمد که به این موضوع بازگردیم. بچه مشترک همه تشبیهات بالا، یعنی کمیتی سنجیده که می توان آزادانه از آن استفاده کرد، باز هم موجب می شود که بیشتر در مسئله ساختمان رویا وارد شویم. در اغلب رویاها مرکزی باز می یابیم که واجد شدت حسی خاصی است و آن طبق قاعده کلی تجسم مستقیم تحقق آرزو، زیرا وقتی که جای شدت‌های تدارک رویا را دوباره به عناصر اصلی آن می‌دهی، متوجه می‌شویم که شدت روانی عناصر فکر رویا در واقع توسط شدت حسی عناصر محتوا ترجمه و نمایانده می‌شود. عناصر مجاور هسته تحقق آرزو غالباً هیچ گونه رابطه‌ای با آن ندارد و در اغلب موارد از افکار دشوار و دردناک متضاد به میل یا آرزو منبعث می‌شود. ولی که روابط غالباً ساختگی آنها با هسته مرکزی سبب می شود که به اندازه کافی از شدت آن برای تجسم یافتن استفاده کند. قدرت نمایش و تجسمی که در امر تحقق آرزو سراغ داریم تا حدودی پرت و افکنی می کند و در داخل آن همه عناصر، حتی آن دسته از عناصری که اگر به حال خود رها می شد از عهده چنین کاری بر نمی آمد،
موفق می شود که خودی در رویا بنماید. در رویاهایی که جولانگاه امیال متعددی است، بسیار ساده است که حدود ارضای هر کدام از آن را تشخیص کنیم و غالبا نیز در خلال و فرج رویا به حد و فاصلهایی برمی خوریم که در واقع قلمرو به هر کدام از امیال را از دیگری مجزا می سازد. با توجه به مشاهدات بالا می بینیم که اهمیت بقایای روز قبل در رویا بسیار محدود شده است. با این وجود باز باید بدان توجهی بکنیم. بایسته است که بقایای مزبور قسمت اساسی تشکیل رویا باشد. زیرا هر اندازه که تعجب‌آور به نظر برسد، ما مجبوریم توجه کنیم که در محتوای هر رویا چیزی هست که آن را به یکی از تأثیرات هنگام روز که غالباً بی اهمیت ترین آن است مربوط و پیوسته می سازد. ما هنوز نتوانستیم بررسی کنیم که لزوم عنصر الحاقی مزبور در رویا از کجا سرچشمه می گیرد. برای این کار باید اهمیت میل ناخودآگاهانه را دریافت و به روانشناسی اختلالات عصبی توسل جست. چه روانشناسی مبتلایان به امراض عصبی به ما نشان می دهد که تجسم ناخودآگاهانه با این عنوان نمی تواند وارد نزدیک خودآگاهی شود و قادر به عملی در این قلمرو نیست، مگر آنکه به یکی از تجسمات بی اهمیتی که قبلا در آن بوده بند شود. آن وقت شدت خود را بدان منتقل می سازد و در واقع به بهانه آن وارد میدان می شود و این همان چیزی است که بدیده انتقال نام دارد و بدان وسیله بسیاری از امور جالب و شگفت‌انگیز حیات روانی مبتلایان به امراض عصبی را می توان توجیه و تفسیر کرد. پدیده انتقال هم ممکن است تغییر در تجسم نزدیک خودآگاهی که فقط واجد شدتی نامتناسب شده است ندهد و هم ممکن است آن را دیگرگون سازد و محتوای تجسم انتقال یافته را بدان تحمیل کند. امیدوارم از آوردن تشبیه عامیانه در اینجا مرا خواهید بخشود. می‌خواهم بگویم که تجسم سرکوبی شده مانند دندانساز آمریکایی است که در کشورهای ما حق طبابت ندارد، مگر آنکه طبیبی پیدا کند که مسئولیت او را به عهده بگیرد و در برابر قانون مدافع او باشد. و همانطوری که پزشکان پرمشغله و پرمشتری ما حاضر به چنین اتحادی نمی‌شوند، در حیات روانی هم تجسمات بسیار مورد توجه نزدیک خودآگاهی یا خودآگاهانه بهانه نفوذ و بروز و ظهور تجسمات ناخودآگاهانه و سرکوبی شده نمی شود و ناخودآگاهی مرجحاً تأثیرات و تجسمات خودآگاهی را به طور می اندازد که به سبب بی‌اعتباری هیچگاه توجه را به خود معطوف نداشته و یا خیلی زود از دایره توجه رانده شده است و بر طبق اصل تداعی معانی که همواره به تجربه تایید شده، تجسماتی که قبلا با سایر تجسمات به شدت متداعی شده اند از تداعی‌های جدید با سایر تجسمات خودداری می کنند. سعی کرده ام بر اساس اصل مزبور نظریه درباره فلج‌های بیماران هیستری تدارک ببینم. اگر قبول کنیم که همین احتیاج به انتقال تجسمات سرکوبی شده نقشی در رویا دارد، بیدرنگ دو مشکل از مشکلات آن قابل تبیین و توجیه خواهد بود. یکی حضور تأثیر تازه که به هر تجزیه و تحلیلی وجود آن افشا می شود و دیگر آن که تأثیر مزبور بی اهمیت ترین همه است. آنچه را که در جای دیگر گفته ایم در اینجا اضافه می کنیم و آن این است که اگر عناصر تازه و بی اهمیت غالبا جانشین قدیمی ترین افکار رویا در محتوای آن می شود، به این سبب است که عناصر مزبور در این حال کمتر از سایر عناصر از سانسور بیمناک است، اما نتیجه آن می شود که بر سایر عناصر ترجیح داده می شود و این موضوع که چرا در همه رویاها به چشم می خورد زمانی حل و توجیه می شود که لزوم انتقال را قبول داشته باشیم. دو نوع از تأثیرات ممکن است به کار آرزوی سرکوبی شده ای که به دنبال تجسمات آزاد و متداعی نشده می گردد بیاید. یکی آنهایی که بی اعتبارند به دلیل آنکه نتوانستند متداعی بشوند و دیگر آنها که تازه واردند و وقت کافی برای متداعی شدن با سایر عناصر نداشتند. بدین ترتیب بقایای هنگام روز که اکنون تأثیرات بی اهمیت را هم می توان بدان منظم ساخت، وقتی که موفق می شود در تشکیل رویا مؤثر شود، از یک طرف از ناخودآگاهی آن تحرکی را که میل یا آرزوی سرکوبی شده یا آن بهره می گیرد به آریه می گیرد و از سوی دیگر یک خدمت واجب و ضروری به آن می کند که همان اجازه انجام امر انتقال است. اگر در این مقام بخواهیم باز هم در این نوع پدیده‌های روانی غور کنیم،
باید نقش تحریکات را میان خودآگاهی و ناخودآگاهی به دقت وارسی کنیم و بررسی امراض روانی عصبی به این جهت متمایل است، ولیکن در رویا چنین بررسی و آزمایشی چندان مناسب نیست. آخرین نکته در خصوص بقایای هنگام روز این است که خواب را آشفته می سازد و حالان که رویا نه همون مزاحم خواب نیست، بلکه در حمایت از آن چیزی فروگذار نمی کند. باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. ما تا کنون قدم به قدم میل رویا را دنبال کرده ایم و دیدیم که از ناخودآگاهی سرچشمه می گیرد و روابط آن را با بقایای هنگام روز بررسی کردیم، با امیال خودآگاهانه، با سایر تمایلات روانی و تأثیرات ساده تازه. بدین منوال برای فعالیت متنوع و متعدد فکر هنگام روز پیش محلی را که در خور آن است محفوظ داشته ایم. به نظر ما ناممکن نیست که به مدد استنباط خود حتی موارد فوق‌العاده‌ای را در طی آن رویا با ادامه کار هنگام روز فلان معما یا مسئله‌ای را که به حال تعلیق رها شده بود حل می‌کند توجیه و تبیین کنیم. چیزی را که کم داریم این است که نمونه از این مقوله را در اینجا تجزیه و تحلیل نکردیم. نمونه‌ای که میل کودکانه سرکوب شده ای را نشان بدهد که توانسته باشد آنچنان نیرومندانه به فعالیت نزدیک خودآگاهانه یاری کند. اما به هر صورت نمی‌دانیم چرا ناخودآگاهی به هنگام خواب چیزی جز تحریک به صورت اطفاء میل یا آرزوی پیشنهاد ما نمی‌سازد. پاسخ به این پرسش روشنایی تندی بر ماهیت معرفت نفسی میل آرزو خواهد تابان. اکنون به مدد طرحی که از دستگاه روانی پرداخته ایم به دنبال این پاسخ می رویم. دستگاه مزبور پس از نشو و نوای طولانی به کمال کنونی خود رسیده است. سعی کنیم آن را به یک مرحله قبلی برگردانیم. بر اساس فرضیاتی که مجبور به اثبات آن در این مقام نیستیم، این دستگاه در وهله نخست به این متمایل بود که خود را از تحریکات حتی المقدور در امان بدارد و به همین دلیل ساختمان نخستین آن محدود به همان دستگاه انعکاس بود، یعنی قادر بود بیدرنگ هر نوع احساسی را در راه منتها به حرکت سوق دهد. اما زندگانی این عمل ساده را به هم زد و موجب تحریکاتی شد که به ساختمان پیچیده‌تری منجر گشت و نیازهای بزرگ جسمانی پدید آمد و تحریکات ناشی از نیازهای درونی مفری در نیروی حرکتی جست که می توان آن را تغییر درونی یا بیان فلان تغییر خلقی نامید. مثلا بچه‌ای که گرسنه است یا به شدت ناله و فغان سر می دهد و یا منقلب و خشمگین می شود، اما وضع تغییری نمی کند و همان است که بود، زیرا تحریکی که از فلان نیاز درونی پدید آید در واقع پاسخی است به یک عمل مستمر و به یک تصادم ناگهانی و منقطع. در این مورد تغییر وضعی رخ نخواهد داد مگر آنکه به یک نحوی در مورد بچه، البته با دخالت دیگری، آدمی تجربه کسب کند که چگونه ارضایی به تحریک درونی پایان می‌دهد. یکی از عناصر اساسی تجربه مزبور همان ظهور یک قسم دریافت غذا در مورد بچه است که تصویر آن در حافظه با خاطره تحریک نیاز مزبور متداعی و پیوسته می‌شود. آن وقت همی که نیاز مزبور خودی نمایان در پرتو این تداعی که برقرار شده یک جنبش و حرکت روانی به راه می افتد که دوباره تصویر دریافت مزبور را در حافظه اشغال می کند و بار دیگر موجد خود دریافت می شود، به این معنی که دوباره همان وضع ارضای نخستین را پدید می آورد. ما همین جنبش یا حرکت را میل می نامیم. ظهور مجدد دریافت مزبور نیز همان تسکین یا تحقق میل است و اشغال کامل دریافت توسط تحریک نیاز درونی اقصر فاصله به سوی تحقق امیال است. هیچ اشکالی ندارد که یک حالت نخستین و ابدوی برای دستگاه روانی مزبور قائل شویم که در طی آن فاصله و راه مزبور واقعا پیموده می شود و میل در نتیجه به توهم منجر می گردد. بنابراین نخستین فعالیت روانی مزبور به سوی یک قسم یکسانی دریافت، یعنی به سوی تکرار دریافتی که تسکین نیاز بدان پیوسته است، متمایل است. ظاهرا تجارب نخست زندگی باید فعالیت بدوی روانی مزبور را به یک فعالیت مناسبتر ثانوی مبدل کرده باشد. یکسانی و یا این همانی دریافت که راه قهقرایی سراشیب درونی آن را به دست آورده، نتیجه را که به دست می دهد همان نیست که ظهور مجدد همین دریافت یا احساس در صورتی که انگیزه ی آن فلان شیء خارجی باشد به دست می دهد. لذا تسکین حاصل نمی شود و نیاز همچنان ادامه می یابد.
فقط یک وسیله وجود دارد که بدان واسطه می توان اشغال درونی مزبور را معادل دریافت خارجی کرد و آن این است که آن را در یک حالت دائمی و مستمر نگه بداریم و این همان است که در اختلالات دماغی توهمی و هذیان‌های هیستری‌های گرسنه تحقق می‌یابد و فعالیت روانی در این موارد در حفظ شیء دلخواه عصبانی می‌افتد. برای آنکه از نیروی روانی استفاده مناسب‌تری بکنیم، باید حرکت قهقرایی را از جریان باز بداریم، به نحوی که از تصویر خاطره تجاوز نکند و از آن پس بتواند راه‌های دیگری بجوید که اجازه استقرار یک ثانیه دلخواه را از خارج بدان بدهد. توضیح حاشیه: به عبارت دیگر، لزوم یک آزمایش متعلق به عالم واقع را در اینجا قبول می‌کنیم. ادامه متن. توقف مزبور و انحراف تحریکی از پی آن می‌آید کار یک سیستم دومی است که مأمور حرکت ارادی است، یعنی مأمور به کار بردن حرکات به منظور نیل به هدفهایی که حافظه ما پیشنهاد می‌کند. ولیکن فعالیت پیچیده مزبور که از تصویر و خاطره شروع شده و به استقرار یک ثانیه دریافت به توسط اشیای دنیای خارجی ختم می شود، در واقع تغییر جهتی است که به تجربه لزوم آن محقق شده و هدفش تحقق میل است. توضیح حاشیه: لو لورن به حق گفته است که رویا میل را بدون خستگی جدی و بدون آن که مجبور باشد از این مبارزه سرسختانه و درازی که لذات بعدی را ضایع و نابود می سازد کمک بگیرد تسکین می دهد. ادامه امت: قوه مفکر جز این کاری نمی کند که جانشین میل توهمی می شود و به سادگی می توان فهمید که رویا چیزی جز تحقق میل نباشد، زیرا این تنها میل است که می تواند دستگاه روانی ما را به کار هدایت کند. رویا که امیالش را با اقصر فاصله قهقرایی تحقق می بخشد، در حقیقت نمونه از شکل کار بدوی دستگاه روانی را به دست ما می دهد. زندگانی شبانه آنچه را که سابقاً متعلق به زندگانی هنگام بیداری و حیات روانی جوان و نازرنگ ما بود جمع‌آوری کرده است، چنانکه بچه های ما هنوز هم اسلحه های منسوخ بشریت بدوی را از قبیل تیر و کمان و غیره دائماً به کار می برند. بنابراین باید گفت که رویا حسه از دوران کودکی حیات روانی است که امروز منسوخ شده است.